سلام، من آرش آروینم و میخوام راجع به یه ماشین باهاتون صحبت کنم. ماشینی که چه بارونی شد. سلام، من آرش آروینم و امروز میخوام راجع به این ماشین باهاتون صحبت کنم. این ماشین کپی ایرانی خودروی تویوتا سری 70 سالهای آخر جنگ شرکت فت خودروسازان تأسیس شد و برای اینکه هزینه های واردات خودروی تویوتا رو به ایران کم کنن، اومدن یه سری ماشینا رو با اسم کیان، الوند، سهند، آرش و چند تا دیگر رو نمونه ایرانیزه درست کردن که خیلی خوب نشد. این الوند کروز وانت سری 70 دو کابین. جالبه که بدونید ایران قبل از تویوتا سری 70 دو کابین رو درست کرد و تویوتا سال 2007 تازه شروع کرد به تولید خودروی دو کابین سری 70 تویوتا. من به دعوت دوست خوبم آقای امیر اسلامی سعادت این رو داشتم که با این ماشین باحال 3000 کیلومتر سفر کنم. این 3000 کیلومتر رو توی چهار تا استان کشور انجام دادم و این بخش عمدهش سفر آفرودی بوده که جاده سنگلاخی بوده، جنگلی بوده، گلی بوده، شیب زیاد بوده و تونستم که یک برنامه خوبی رو اجرا بکنم تا بتونم ماشین رو، معایبش رو بیرون بکشم. عیبایی که داشت همه قابل رفعن و عیب عمده‌ای نداشت این ماشین، یعنی عیبایی که داشته همه از کارخونه در اومدن به دست صاحب ماشین برطرف شده. خب مینم، بگو ببینم الان که حدوداً 10 دقیقه سوار ماشین شدیم چطور ماشینه به نظرت؟ اولش که سوار شدم از تمیزیش خیلی خوشم اومد دیگه. بعد اومدم پتو بذارم پشت کمرم، دیدم که صندلی خیلی باحاله، خودش عقب و جلو میشه، کمرم رو فرم میکنه، بعد زاویه رو تنظیم میکنه که دیگه نیاز نیست پتو پشت کمرم بذارم که گودی کمرم رو فرم کنه. سوال بعدی؟ حالا ایوارم بگو. اول ایوشتی که هنوز برام کولر روشن نکردی کرم گرم کولر بذارم ببینم، یه خود تکون ماشین زیاده. خب وانت به خاطر اینکه عقبش سبکه که جا داشته باشه بار بذارن، این تکونا رو داره به صورت طبیعی. مصرفش تدی چنده؟ بین 15 تا 20، یعنی رقم ثابتی نداره. گاهی وقتا ماشینایی که لاستیکای استاندارد دارن رقمشون حتی به 13 هم میرسه. امیر اسلامی صاحب برند بوتیک گاراژ هفته پیش به من پیشنهاد داد که بیا با این ماشین برو سفر. ماشینی که مدل 1386 هست، تولید داخل و شرکت فت خودروسازان این درست کرده. ماشینی که کپی تویوتاست. اواخر دهه 60 شمسی برای اینکه هزینه واردات کشور کم بشه سالهای بعد از جنگ، اومدن سری 70 تویوتا رو توی شرکتی توی اصفهان به همین اسم فت خودروسازان که وابسته به صنایع دفاع بود کپی کردن. کپی فوق‌العاده بی‌کیفیت. موتور و شاسی ژاپنی بود، اومدن فقط روش اتاق گذاشتن. این اتاقی که گذاشتن با یه ورق خیلی ضعیف بود، میپوسید و از همه مهمتر این بود که این کارخونه اتاق رنگ نداشت، یعنی رباتی نداشت که رنگ بکنه یا مثلا حوضچه رنگی نداشت که ماشین واردش بشه. به خاطر همین تمام این ماشینا سقفای کج و کوله دارن و اگه کارشناس رنگ ببینه فکر میکنه که این ماشین تصادف داشته و رنگ شده، چون همه ماشینا با دست رنگ شدن. خلاصه ما سوار این ماشین شدیم و حدود 3000 کیلومتر باهاش سفر کردیم. الان که خدمت شما دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، ویدیویی که بعد از 3000 کیلومتر مسافرت کردن توی
جاده، اتوبان و حتی آفرود جنگلی و گلی و سنگی میخوام بهتون بگم که این ماشین چطوری بود. این ماشین خیلی ماشین باحالیه برای یک خانواده، یک ماشین آفرودی فوق‌العاده قدرتمنده. چرا خانواده؟ چون جای 5 نفر آدم رو راحت بهتون میده. اگه خانوادهتون کم جمعیت باشه و 4 نفر باشید به تب راحت‌تر اون وسط میتونید یه کنسول هم باز بکنید و از نشستن توی ماشینی که جای پای خیلی زیادی هم داره و حتی برای آدم قد بلند لذت ببرید. ماشین موتور 4000 سی سی 3F کاربرات داره. 3F کد موتوره، یعنی هیچ چیز المانی نیست مثلا بگیم 3F یعنی 3000 سی سی، نه. 4000 سی سی حجم موتوره و کاربرات 6 سیلندر خطیه، یعنی هر 6 تا سیلندر توی مسیر هستن. ماشین دو دیفرانسیل های جلو رو باید با دست وصل کنید وارد مدار کنید. دیفرانسیل عقب هم که همیشه در حال استفاده هستش. صاحب این ماشین خیلی آدم با سلیقه‌ای بوده، برداشته کلی، یعنی تقریبا کل قطعات رو از دبی وارد کرده و قطعات ژاپنی بسته روی ماشین، یعنی بجز اسکلت اتاق هیچ چیز این ماشین ایرانی نیست. داشبورد، فرمون، صندلیا، کاپوت، جلو پنجره، گلگیر، لگن عقب، حتی چراغای عقب ماشین، دیفرانسیلای ماشین عوض شده و گیریبکس موتورش هم که فابریک ژاپنی هست. این شد که این ماشین باعث شد از اون کپی بد ایرانی تبدیل بشه یک ماشین نسبتاً خوب. توی این سفر 3000 کیلومتری من ایرادای زیادی از این ماشین پیدا کردم که این ایرادا قابل رفعن. مثلا یکیش ارتفاع صندلی. صندلی‌های ماشین لکسوزه که بستن روی این ماشین و برقیه. یعنی تمام تنظیمات صندلی با کلیدهای برقی بغلش انجام میشه. که اینو به خاطر اینکه فابریک نبوده انقدر بلند بستنش بالاتر از حد استاندارده. همین که به شما یه حال خوبی میده که دارید کاپوتو کامل میبینید، بیرونو میبینید، ولی برای یه آدم نسبتاً قد بلند مثل من 190 و خورده قدمه، وقتی توی این ماشین میشینم هر چقدرم که صندلیمو میدم عقب باز سرم داره به سقف میخوره. به خاطر همین سوار شدن و پیاده شدنم خیلی راحت نیست، یعنی گیر میکنم به فرمون، پا میره زیر فرمون، موقع پیاده شدن اذیت میشم و این تو بلند مدت باعث آسیب دیدن چرم روی صندلی خواهد شد. و فرض کنید که من شلوار جینی پام باشه که از این دکمه های آهنی داشته باشه، خیلی زود صندلی رو پاره میکنه. بگذاریم از این که من کمربند ایمنی بستنم، خیلی سخت انجام میشه به خاطر اینکه کمربند ایمنی
ریلش جایی نصب شده که اگر صندلی رو من بخوام بدم عقب، باعث میشه این ریله کج بشه و زمانی که ریله کمربند کج میشه، اون باز و بسته شدنش درست انجام نمیشه. مورد بعدی که داشت ماشین، سیستم هیدرولیک برقی روش گذاشتن. برقی چجوریه؟ یعنی شما با یک کلید میتونی هیدرولیکت رو غیر فعال کنی. مثلا توی اتوبان نمیخوای هیدرولیک داشته باشه، کلید رو میزنی از کار میافته. من از این خوشم نیومد حقیقتشو بخوای، یعنی همیشه استرس اینو داشتم اگه در حال حرکت یه بچه توی ماشین باشه این کلید رو بزنه، ماشین داستانش چجوری میشه، من ممکنه خطرساز بشه حتی واسم. فرمون یه صدای تیریم، یه صدای تقه های کوچیکی میده که به خاطر اینکه این تیریم، تیریم فابریک نیست، تیریمی که از ژاپن اومده و روی این بسته شده و ممکنه اون کسی که نصبش کرده پیچ‌ها رو درست نبسته باشه. شنیدی صداشو؟ این صدا بود، این صدا واسه من آزاردهنده بود. دیگه نکته بعدی کلیدای شیشه بالابره که اینا چون مدل ژاپنی بوده اومده ایران، ژاپنی‌ها میدونید که فرمون راستن، کلید سمت راستی رو که میزنی شیشه راننده میاد پایین، کلید سمت چپی رو که میزنی شیشه شاگرد میاد پایین. اینا چیزایی که تو بعد از دو بار سوار شدن بهش عادت میکنی، نیازی هم نیست تغییرش بدی. مورد بعدی که این ماشین داره، وانت ها، به خاطر اینکه قسمت عقب رو سبک میسازن تا شما بتونید بار رو بذارید روی ماشین و زمانی که بارگذاری میشه تبدیل بشه به یک ماشین استاندارد، پشت همه وانت ها سبکه. این سبک بودنه باعث میشه که توی دست اندازی ها ماشین بپره، سر پیچایی که زمین مثلا خیسه عقب ماشین لیز بخوره و از کنترل راننده خارج بشه. این ماشین نسبت به ماشین های دیگه، مثلا اگر بخوام مقایسه بکنم با وانت های لوکس، اگر مقایسهش کنم، به خاطر اینکه این سنگین تره، تکونای کمتری و نسبت به های لوکس به راننده وارد میکنه. اما بازم اگه بخواید با یه سواری مثل سمند مقایسهش کنید، تکونای این ماشین 10 برابر سمنده، ولی میشه باهاش کنار اومد. یه بزرگی میگفت که ما تو جبهه واسه این که این ماشینا نرم بشن کیسه های شن میذاشتیم پشتش، که حالا من این کارو پیشنهاد نمیکنم چون باعث میشه مصرف سوختتون زیاد بشه. یه ایراد دیگه‌ای که این ماشین داره، درای عقبش چون لولاهای ژاپنی نصب شده روش، به صورت خیلی باز، یعنی تا آخر باز نمیشه و مشکل اینجاست که یه آدم چاق سخت میتونه سوار عقب ماشین بشه. بقیه درا اوکی انا. فقط ایرادی که گفتم همین بود که در عقب کامل باز نمیشه. کمک سنگین داره، کمک سبک داره. من تو همه این حالت‌ها تستش کردم، خیلی بی صدا بود. یه صدای تقه ریز داریم توی گاردون که اونو من به صاحب ماشین که گفتم این صدا چیه، گفت باید گریزکاری بشه. حالا ما گریزکاریش میکنیم، بعد دوباره تست میکنیم ببینیم صدای تقه میفته یا نه. چراغای جلو دو تا چراغ LED خیلی خوشگل داره که راهنما میزنه، اینا میگم بوید. من از اینا خیلی خوشم میاد. یکی از این چراغا تو روز اول روی سرعتگیر قطع شد، یعنی این خوشم نیومد حقیقتش بخوام، یعنی برکشش خیلی خوب سیما رو بستن کرده. نکته بعدی که داره این ماشین، دوباک اصلی ژاپنی، اینا هم مثل همه وسایلش از ژاپن آورده و دوباک اصلی داره. یعنی زمانی که شما بنزینتون تموم میشه یه کلید تیک میزنید و باک دومتون که ظرفیت 60 لیتره وارد مدار میشه. یعنی شما اگر کویر بخواید برید، چون کویر میدونی توی ایران سخت‌ترین المانیه که ما ممکنه سوختمون تموم میشه، نیازی نیست دبه و نمیدونم 20 لیتری و این چیزا پر کنید با خودتون برید، شما همینطوری 140 لیتر بنزین دارید و اگر حواستون جمع باشه مدیریتش بکنید خیلی راحت میتونید سفرتون رو انجام بدید. حتی اگرم نخواد، این ماشین وانته، توی وانت حمل سوخت خیلی راحت تر از بقیه ماشیناست. از این ماشین میشه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تغییر شیوه زندگی کسی که صاحبشه نام برد. به جرات میتونم بگم اگر شما این ماشین رو توی پارکینگتون داشته باشید، دیگه هیچ بهونه‌ای نمیتونه شما رو توی خونه نگه داره و هر تعطیلی که باشه، هر وقت آزادی که داشته باشید، به هر بهونه‌ای شما رو میبره وسط دل طبیعت، جایی که هر ماشین نمیتونه بره. من یه آفرود خیلی سنگین رفتم از یه جاده سنگلاخی با شیب خیلی زیاد. تمام کسایی که اون روز همراه من بودن همشون آفرودی بودن، ماشینای آفرود داشتن و میگفتن هیچ ماشینی به جز این نمیتونست اون مسیر رو بره. نه اینکه بگم من راننده خفنی بودم، نه، من فقط دنده یک آروم داشتم این شیبو میرفتم بالا. ماشین قابلیتی رو داشت که به من اجازه داد ریسک رو بکنم و اون شیب رو برم بالا. این ماشین یه کمبودی داره. الان همه چیزای ماشین 2020ه. خود ماشین مدلش 2007ه. تمام تغییراتی که انجام شده فیس ماشین الان 2020ه. یه ایراد که نمیشه گفت. توی مدل فابریک موتور CF همون 4000 سی سی کاربرات با گیربکس 5 دنده
میمد بیرون، یعنی 4 تا جلو میخورد یه دونه عقب. مالک اومده گیربکس رو عوض کرده، گیربکس 6 دنده انداخته، یعنی توی جاده توی سرعت این ماشین اصلا کم نمیاره، خیلی راحت 160 170 تا میشه باهاش رفت با دنده 5. یعنی مشکل گیربکس رو حل کرده. اما یه چیز ترسناکی که ماشینای کاربراتی دارن، مثلا ما تو تهران تنظیم کاربرات کردیم، باش میریم شمال توی ارتفاع اکسیژن کم میشه، این تنظیمات برای تنظیمات هوای تهران بوده. توی شمال یهو میبینی ماشین داره ریپ میزنه، بد کار میکنه، توی سربالایی جون نداره ماشین بره. این باگ کارباته که تو ماشینای جدید که انژکتور شدن این باگ برطرف شده. اگر کسی این ماشین رو میخواد بخره یا سوارش بشه یا این ماشین رو داره، من پیشنهاد میکنم که تا یک سال با همین موتور CF سوار بشه، لذتاشو ببره. موتور که یه خورده به استهلاک افتاد و داغون شد، بیاد موتور رو عوض کنه. موتور 1FZ تویوتا، یعنی 4500 سیسی انژکتور 6 سیلندر خطی روی ماشین ببنده و این ماشین دیگه تا ابد هیچ چیزی احتیاج نداره. شما روشن کن، برو دور دنیا رو بگرد، برو وسط صحرای مغولستان تک ماشین، بدون اینکه خیالت از بابت ماشین نگران بشه. امیدوارم از فیلم امروز لذت برده باشید و چیزایی که گفتیم به دردتون خورده باشه. حتما فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.